وزارت اطلاعات جعل میکنه، شاهپرستان نشخوار میکنن. پیش از اعدام بچه های قیام آفرین در اصفهان، وزارت اطلاعات یک بیانیه جعلی از قول سازمان مجاهدین صادر کرد که تو اون مثلا سازمان مجاهدین گفته اینها از اعضای ما بودن و ما فرستادیمشون عملیات. البته یک نگاه که به اون پوستر یا بیانیه میکردیم میفهمیدی جعلیه، از فانتش، از کلماتی که به کار برده. ضمن اینکه اینجا یه مقداری عقل هم به کار بیفته نتیجه میده. چطور ممکن یک سازمانی با 50 سال سابقه مبارزاتی مثلا در مورد نفرات خودش که زیر تیغ هستن، زیر حکم اعدام هستن، بیاد چنین بیانیه بده؟ اما وزارت اطلاعات که این چیزها براش مهم نیست، اون بیانیه رو جعل میکنه، مسئولیت بازنشرون به عهده سرنخ‌هاش در شاهپرست‌ها و سلطنت طلب هاست. بیانیه جعلی رو اول کانال تلگرامی میزان گروپ منتشر میکنه که وابسته هست به مجتبی واحدی. مجتبی واحدی چیه؟ عضو ستاد انتخاباتی کروبی، بسیجی سابق و بازجو عزت‌الله صحابی سالها پیش گفته بود که من در زندان بازجوم مجتبی واحدی بود. الان چی کار است مجتبی واحدی؟ طرفدار دو آتیشه رضا پهلوی و اصلا بوغچی و پروموترشه. کانال میزان گروپ رو منتشر میکنه و البته زیرش چه کپشن مستهجن و با کلمات لومپنی مینویسی که البته فقط از بازجوهای وزارت اطلاعات و شاهپرست‌ها ممکنه چنین کلماتی در بیاد. مجاهدین حتی راجع به دشمنانشون هم چنین کلماتی رو به کار نمیبرن. البته هر انسان با شخصیت و شریفی از چنین واژه‌هایی پرهیز میکنه. و اما بعد از مجتبی واحدی، بازنشر اون به کیوان عباسی رئیس منوتو سپرده میشه. رئیس یک رسانه که حتی نمیتونه تشخیص بده یک بیانیه جعلیه یا واقعیه. مثلا یه سرچ ساده یا مراجعه به سایت مجاهد که تو صفحه اولش اگر چنین بیانیه واقعا صادر شده باشه میشه اون رو دید. و اما بعد از مجتبی واحدی، بازنشر اون به کیوان عباسی رئیس منوتو سپرده میشه. رئیس یک رسانه که حتی نمیتونه تشخیص بده یک بیانیه جعلیه یا واقعیه. مثلا یه سرچ ساده یا مراجعه به سایت مجاهد که تو صفحه اولش اگر چنین بیانیه واقعا صادر شده باشه میشه اون رو دید. منتها فرمان صادر شده و کیوان عباسی اون رو منتشر میکنه، توییت میکنه و بعد هم فردی به نام اسماعیل پور و بعد هم پرستوهای وزارت اطلاعات و شاهپرست مسئولیت داغ کردنش رو به عهده میگیرن. نتیجه 3 جوان قیام آفرین در اصفهان اعدام میشن و به قول اون مأمور وزارت اطلاعات، رژیم میتونه بحران رو از داخل ایران به خارج از مرزهاش منتقل کنه. در واقع کمیته تسهیل اعدام توسط شاه و شیخ تشکیل میشه و کار خودش و وظیفش رو به خوبی انجام. البته مجاهدین کماکان روی هدف و تارگت اصلیشون یعنی رژیم آخوندی متمرکز هستند. در چند روز اخیر کانونهای شورشی پاسخ این اعدام‌ها رو به خوبی دادند. شورشگران پیروزی می‌کنند.